سلام و درود به همراهان خوب درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. امروز قصد داریم درباره این مطلب صحبت کنیم که کدوم مواد غذایی رو هرگز نباید با هم مصرف کنیم. از سوسیس تخم مرغ تا شیر موز. نظریات مختلفی در مورد ترکیب مواد غذایی مختلف با یکدیگر مطرح شده که همه ما تا به حال چیزهایی در مورد آنها شنیده ایم. گرچه در مورد بعضی از این نظریات اختلاف نظرهایی از سوی کارشناسان وجود دارد، اما در مواردی هم کارشناسان در مورد مضر بودن بعضی ترکیبات غذایی متفق القول بودند. در حقیقت اگر می‌دانستیم خوردن این مواد غذایی با هم چه بر سر سیستم گوارشی ما می‌آورد، دیگر هرگز سراغ چنین ترکیب‌های غذایی نمی‌رفتیم. بعضی از این پیامدهای کوتاه مدت این ترکیبات مضر عبارتند از گاز شکم، نفخ، شکم درد، حالت تهوع، احساس خستگی و بروز مشکلات در اجابت مزاج. این پیامدهای کوتاه مدت می تواند در عرض یک یا دو روز برطرف شوند، اما ترکیبات غذایی مضر پیامدهای بلند مدتی هم دارند که می توانند به مشکلات جدیتری مثل بدبوی دهان، خشکی پوست، بروز ضایعات پوستی، التهاب مزمن، مختل شدن خواب، کاهش انرژی و مشکلات گوارشی مزمن بیانجامد. البته بدن همه افراد مانند هم نیست و هر کسی به یک شکل و اندازه‌ای به ترکیبات غذایی نامناسب واکنش نشان می‌دهد. در ادامه درباره بعضی از مواد غذایی صحبت خواهیم کرد که هرگز نباید آنها را با هم بخوریم. اگر مدتی این نکات را رعایت کنید و به دستگاه گوارشی خود استراحت دهید، متوجه بهبود وضعیت گوارشیتان خواهید شد. دیگر خبری از آن هوس‌های غذایی دردسرساز نخواهید داشت. انرژی بیشتری خواهید داشت و از شکم صافتری هم برخوردار خواهید بود. شماره 1. خوردن آب یا آب میوه به همراه غذا. با خوردن آب یا آب میوه به همراه غذا، یکی از سمی‌ترین ترکیب‌های غذایی را وارد بدن خود می‌کنید. آب اسیدهای معده را رقیق و از تأثیر آن در تجزیه پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها کم می‌کند. بنابراین 10 دقیقه قبل از غذا آب بخورید. این کار جلوی پرخوری و رقیق شدن آنزیم‌های معده را می‌گیرد. شماره 2، خوردن میوه بعد از غذا. متخصصان پی بردند میوه‌ها ترکیب خوبی با دیگر مواد غذایی ندارند، چون میوه‌ها حاوی قندهای ساده‌ای هستند که نیاز به هضم شدن ندارند. به همین دلیل مدت زیادی در معده باقی نمی‌مانند. اما دیگر مواد غذایی مانند مواد پرچرب، پروتئین و نشاسته‌دار مدت زمان بیشتری در معده باقی می‌مانند، چون باید بیشتر هضم شوند. مثلا هضم مواد نشاسته دار حدود 2 ساعت و هضم مواد پروتئینی حدود 3 ساعت طول می کشد. بنابراین اگر بعد از خوردن وعده های غذایی سراغ میوه ها بروید، نوعی ترافیک در معده شما به وجود می آید. قند میوه بسیار بیشتر از آنچه که باید در معده باقی خواهد ماند. مسئله‌ای که باعث نفخ و از آن بدتر از دست رفتن مواد غذایی میوه ها به دلیل فرآیند تخمیر در معده می شود. شماره 3، ترکیب مواد نشاسته دار و پروتئینی مثل لازانیا و ساندویچ های پنیری. ترکیب مواد پروتئینی مثل گوشت و پنیر و نشاسته دار مثل ورقه های لازانیا و نان را یکی از بدترین ترکیب های غذایی می دانند، چون این مواد در واقع همدیگر را خنثا می کنند. پروتئین توسط اسیدی در معده هضم می شود، در حالی که نشاسته باعث ترشح آنزیمی می شود که محیط قلیایی به وجود می آورد و همین دلیل این دو ماده یکدیگر را خنثا می کند و این مسئله دستگاه گوارشی شما را به محیط مناسب برای رشد باکتری های مضر و بروز التهاب تبدیل می کند. شماره 4، ترکیب مواد نشاسته دار و اسیدی مثل پاستا با سس گوجه فرنگی و پنیر. گوجه فرنگی یک ماده غذایی اسیدی است و توصیه می شود آن را به همراه کربوهیدرات های نشاسته داری مثل پاستا مصرف نکنید. اسید و نشاسته دو ماده شیمیایی کاملا متفاوت هستند. بدن برای هضم این ترکیب باید انرژی بسیار زیادی را صرف کند. به همین دلیل بعد از خوردن این غذا احساس خستگی خواهید کرد. اسیدهای گوجه فرنگی آنزیم های درون پاستای نشاسته دار را تضعیف می کند. باعث دلمه بستن شیر درون پنیر هم می شود. به علاوه اسید سس پاستا در معده هضم می شود و نشاسته پاستا در روده کوچک. این دو ماده به موقع هضم نمی شوند و تنها یک جا باقی می مانند و فاسد می شوند. مسئله که در نهایت می تواند باعث ابتلا به سندروم نشت روده شود که مشکل بسیار جدی است.
پاستا با سس سبزیجات سرخ شده گزینه مناسب تری است. شماره 5، ترکیب پروتئین با پروتئین مثل سوسیس و تخم مرغ. پروتئین سخت هضم ترین ماده برای بدن به شمار می رود. با بالا رفتن سن، بدن هیدروکلوریک اسید کمتری تولید می کند. ماده ای که برای هضم مواد غذایی به آن احتیاج داریم. این اسید باعث ترشح آنزیم هایی می شود که برای تجزیه پروتئین ضروری هستند. هضم همزمان چندین پروتئین مختلف برای معده بسیار دشوار است. شماره 6، ترکیب کربوهیدرات ها با پروتئین های حیوانی مثل گوشت با سیب زمینی یا نان. وقتی یک کربوهیدرات را با یک ماده پروتئینی می خورید، این مواد یکدیگر را بی اثر می کنند. یعنی پروتئین فاسد و کربوهیدرات تخمیر می شود. این مسئله باعث تولید گاز شکم و نفخ می شود. شاید مصرف طولانی مدت این ترکیب شما را در برابر مشکلات آن مسئول کرده باشد، اما بهتر است از ترکیب های مکملی مثل انواع لوبیا و برنج استفاده کنید که ترکیب پرفایده هم هستند. شماره 7، ترکیب شیر و موز. کارشناسان ترکیب شیر و موز را یکی از سنگین ترین و سمساز ترین ترکیبات غذایی می دانند. موز هنگام حذف شدن ترشیده می شود و باعث دولمه بستن شیر و تبدیل آن به یک ماده مخاطساز می شود. این ترکیب غذایی برای کسانی که قصد کاهش وزن دارند هم مضر است، چون هم موز و هم شیر قند طبیعی دارند و در نتیجه خوردن ترکیب آنها باعث افزایش ناگهانی انسولین می شود که برای بدن بسیار مضر است. انسولین یکی از هورمون هایی است که باعث انباشت چربی در بدن می شود. اگر از طرفداران ترکیب شیر و موز هستید، اول از همه مطمئن شوید که موز کاملا رسیده باشد و علاوه بر این با اضافه کردن هل و جوز هندی به این ترکیب می توانید هضم آن را برای بدنتان راحت تر کنید. شماره 8، ترکیب خیار و گوجه. گوجه فرنگی ویتامین سی زیادی حتی بیشتر از پرتقال دارد، اما خیار حاوی آنزیم هایی است که کار جذب ویتامین سی را مختل می کند، مسئله ای که دستگاه گوارشی را کمی اذیت می کند و بعضی از فواید این دو ماده غذایی را از بین می برد. شماره 10، ترکیب ماست و میوه. کارشناسان معتقدند ترکیب میوه‌های ترش با مواد لبنی می‌تواند توانایی هضم را پایین بیاورد، فلورهای روده را تغییر دهد، مواد سمی در بدن تولید کند و باعث گرفتگی سینوس‌ها و نشانه‌های شبیه آلرژی شود. با این حال اگر علاقه زیادی به دسرهای حاوی ماست دارید، روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید از مضرات این ترکیب کم کنید. اولاً که از خوردن ماست به صورت سرد پرهیز کنید. از ماست ساده و بدون طعم استفاده کنید و آن را با دمای به اندازه دمای اتاق میل کنید. دومان که به جای میوه های ترش، ماست را به مقدار کمی عسل، دارچین و کشمش ترکیب کنید. شماره 11، ترکیب میوه و سبزیجات. میوه ها سریع‌تر هضم می شوند و قند بیشتری دارند، مسئله که می تواند فرآیند هضم سبزیجات را به تعویق بیاندازد. با این حال اگر مجبور به ترکیب میوه ها با سبزیجات هستید، مثلا برای درست کردن اسموتی به هر دو آنها نیاز دارید، از سبزیجات برگدار سبز رنگ استفاده کنید. شماره 12، ترکیب نان سفید و مربا. اگر نگران قند خونتان هستید، مصرف کربوهیدرات های ساده مثل نان ایده خوبی نیست. این مواد باعث افزایش ناگهانی قند خون می شوند. اضافه کردن قندهای تصفیه شده مثل مربا وزن را بدتر هم می کند. بدن از قند زیاد خوشش نمی آید. در نتیجه این قند اضافی در سلول‌های چربی انباشته می‌شوند که به نوعی حکم زباله‌دانی بدن را دارند. این سلول‌ها محدودیتی در ذخیره قند ندارند، مسئله‌ای که باعث افزایش وزن می‌شود. شماره 13، ترکیب هندوانه با هر چیزی. هندوانه یکی از میوه‌های پرطرفدار فصل تابستان است و در این روزهای گرم جایگاه پررنگی در رژیم غذایی ما پیدا می‌کند. یکی از ترکیبات پرطرفدار با این میوه هندوانه و پنیر است. هضم مواد لبنی بیشتر از هندوانه طول می کشد. به همین دلیل وقتی معده رسیدگی به هندوانه را شروع می کند، شیر در معده دلمه خواهد بست. در حقیقت هندوانه سریعتر از اغلب مواد غذایی هضم می شود. به همین دلیل اگر آن را با ماده غذایی دیگر ترکیب کنید، بدن خود را به دردسر خواهید انداخت. و در پایان ترکیب چای و شیر. بیشتر انواع چای آنتی اکسیدان زیادی دارند، موادی که به کاهش التهاب در بدن کمک می کنند. اما اگر می خواهید از آنتی اکسیدان های موجود در چای بهره مند شوید، بهتر است چایتان را به جای شیر با لیمو ترش مصرف کنید. مشکل اینجاست که پروتئین های موجود در شیر به آنتی اکسیدان های چای می چسبند
و جلوی حذف شدن آنها را میگیرند. کافئین موجود در چای هم از جذب کلسیم شیر میکند. امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. لطفاً با نظرات ارزشمندتون ما رو یاری کنید.